با درود بر محضر یکایک که یک شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان آن سوی خبر با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان همراه با چکیده ی مطالب منتشر در روزنامه های امروز تهران در سی دقیقه از لندن به سمع و نظر شما بینندگان تلویزیون ایران فردا میرسد همچون همه شب نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار امشب در آن سوی خبر ادامه بحران یمن تنها ساعاتی پس از یک آتشبس شکننده اعلام جنگ کشور ایتالیا با قاچاقچیان انسان در سواحل این کشور با اعلام رسمی دولت ایتالیا علیه مهاجرت‌های غیرقانونی و مرگبار ادامه واکنش ها به ارسال سامانه اس 300 روسی به ایران موجی از های جناهی در ایران با تازه ترین تهدید گروه های خودسر علیه حسن خمینی از سوی گروه حزب الله استان گلستان و خلاصه طرح استانی شدن انتخابات در ایران سرفصل اهم اخبار برگزیده امشب پنجشنبه سوم اردیبهشت ماست همین پی میگیریم مشروع اخبار امشب را با آغاز حملات کشورهای اعتلاف عربی در یمن تنها چند ساعت پس از توقف در شب گذشته عاصفة الحزم العربية ما زالت تحوم فوق صنعاء وتتحول الى اعصار عنيف تدك مخازن الصواريخ ومخازن السلاح وتحول ليل صنعاء الى نهر العاصفة امتدت بقوة الى صعدة وتعز والحديدة وهدمت معاقل الانقلابيين الذين يحاولون نصب صواريخهم ونشر قواتهم على المناطق الساحلية لمهاجمه مدينه عدن استهدفت المقاتلات كذلك یک روز پس از اعلام پایان عملیات طوفان قاطعیت از سوی عربستان سعودی بار دیگر درگیریها در یمن بالا گرفت شورشیان شیعه حوسی توقف کامل حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان را شرط حضور خود در گفتگوهای صلح یمن عنوان کردند همزمان عادل الجبر سفیر عربستان در واشنگتن تأکید کرد که حملات عربستان تا توقف پیشروی های حوسی ها ادامه خواهد داشت من البيض. ومن الحج ويتوقع للحوثيين ان يسعون للدخول خلال ساعات ان لم يكن قبل ذلك لكن آه سوف تكون هناك مواجهه آه بحيث يتم آه الوفاء باطفاء طابع الشرعيه للحكومه اليمنيه هناك به گزارش خبرگزاری فرانسه محمد عبدالسلام سخنگوی حوسی دیروز گفته است خواسته این گروه برای از سرگیری گفتگوهای سیاسی مورد حمایت سازمان ملل متحد توقف کامل تهاجم به یمن و رفع محاصره است. There is a foreign aggression against Yemen uh, waged by Saudi Arabia, assisted by some GCC countries. This aggression is unlawful and unjustifiable simply for the reason that the pretexts driven by Saudi Arabia are illogical. They claim to be supporting the legitimate presidency of. Hadi, while the call for foreign outs, uh, uh, intervention by Hadi per se uh, will lead his legitimacy to fall, so, uh, as Yemen has is a state of sovereignty, and since the president has violated this. روز گذشته مواضع ها در شهرهای تعز و الهوته در مرکز و جنوب یمن هدف بمباران هواپیماهای ائتلاف ای قرار گرفتند سفیر عربستان سعودی در آمریکا همچنین می گفت ارتش عربستان سعودی آماده متوقف ساختن پیشروی حوثی ها به سمت بندر عدن است گزارش ها حکایت از آن دارد که شورشیان حوسی روز چهارشنبه یک پایگاه نظامی در شهر تعز را تصرف کردند که متعاقب آن عربستان حملات هوایی خود را از سر گرفت همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران گفته است در گفتگوهای ملی و روند سیاسی یمن کسانی حضور خواهند داشت که دستشان به خون مردم یمن آلوده نشده و نقشی در جنایات اخیر علیه مردم یمن نداشتند. در تازه ترین اخبار دریافتی اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا چهارشنبه اصر ابراز نگرانی کرد که چند کشتی باربری ایران که ظاهرا در آبهای اطراف یمن هستند حامل سلاحهای پیشرفته برای شورشیان حوسی این کشور باشند مقام های آمریکایی یک روز پیشتر گفته بودند که کشتی های ایرانی مزنون به حمل سلاح برای شورشیان یمن در شمال دریای عرب لنگر انداختند به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کند کشتی های ایرانی حامل سلاح باشد این گونه پاسخ میداد: ما مسلما در این مورد نگرانیم و دلیلی ندارد که کسی به وضعیتی که خیلی بدتر از آن چیزی شده که باید باشد سلاح پیشرفته تزریق کند نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه یک ناو هواپیمابر را به آبهای یمن منتقل کرده بود مقام های آمریکایی که از آنها نام برده نشد به رسانه های این کشور گفتند که هدف از افزایش و حضور نظامی در آبهای یمن تا حدودی منصرف کردن ایران از ارسال سلاح برای شورشیان شیعه حوسی است البته مقام های آمریکایی به طور رسمی تأکید کردند که مأموریت این ناوها حفظ امنیت خطوط مهم کشتیرانی منطقه است همان گونه که بیشین بینندگان مستحضرید باراک اوباما روز سهشنبه گفت که دولتش صریحا به ایران هشدار داده تا از ارسال تسلیحاتی به یمن که به طور بالقوه بتواند تردد کشتی ها در منطقه را به خطر اندازد بپرهیزد ادامه ی آن سوی خبر با تازه ترین اخبار از دوره تازه مذاکرات اتمی در ویان تیم های مذاکره کننده ایران و گروه موسوم به پنج به علاوه یک شامگاه چهارشنبه در ویان به دو دور مذاکره برای نگارش متن تا نامه نهایی بر سر برنامه اتمی ایران پایان دادند. در دور نخست سید عباس اراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه و حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت خارجه با هلگا اشمت معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کردند در دور دوم کارشناسان تیم مذاکره کننده ایران و اروپا هم حضور داشتند این مذاکرات دیروز نیز با حضور وندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکایی ادامه یافت پیش از آغاز این نشست ها تیم های مذاکره کننده به رایزنی های داخلی در خصوص آغاز نگارش متن توافقنامه نهایی پرداختند. در نشست های دیروز روند مذاکرات در دو روز آینده و محورهای کاری طرفین در مذاکرات ترسیم و نگارش برنامه جامعه اقدام مشترک بررسی شد. معاونان وزیران یا مدیران کل سایر کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و همینطور چین هم روز جمعه به مذاکره کنندگان ملحق خواهند شد. گفتگوهای ویان سه روزه خواهد بود. مذاکره کنندگان ایرانی جمعه به تهران باز خواهند گشت و روز یک شنبه همراه با محمد جواد ظریف به نیویورک می روند. مذاکرات هسته در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT در نیویورک پی گرفته می شود. در تیم مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا در وین علاوه بر وند شرمن فرد شماره سه وزارت خارجه این کشور به نام رابرت مالی مشاور ویژه اوباما و هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاور میان شمال آفریقا و خلیج فارس جیمز تنبی مشاور ارشد معاون کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا و پاول آیروین مدیر مرکز عدم اشاعه شورای امنیت ملی آمریکا هم در مذاکرات حضور خواهند داشت از سوی دیگر کریستوفر بکمر معاون امور هماهنگ کننده در امور سیاست های تحریمی وزارت امور خارجه آمریکا هم به وین می روید. گفته شده است حضور آقای بکمر در نوشتن موارد مربوط به لغو تحریم ها اهمیت زیادی دارد. آن سوی خبر را با سوی های دیگری از رویدادهای ایران پی میگیریم با ادعای تازه سپاه پاسداران درباره یک گروه تروریستی یک منبع آگاه از کشته شدن رهبر گروه انصار الفرقان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد این منبع مطلع چهارشنبه شب به خبرنگار ایرنا می گفت نیروهای ایران اصر چهارشنبه رهبر انصار را در منطقه بافتان حد فاصل قصر قند و جکیگور به همراه دو تروریست دیگر به قتل رساندند این منبع از هشام عزیزی به عنوان رهبر انصار و صادق بلوچ زهی و همینطور مسلم بلوچ زهی به عنوان اعضای کشته شده یاد کرده و از دستگیری دو نفر دیگر که راه پاکن آنان بودند خبر داده است از مرزهای شرقی ایران به اصفهان می رویم با اعلام گروگانگیری در این شهر فرهنگی و توریستی نیروی انتظامی از یک گروگانگیری در اصفهان خبر داد جهانگیر کریمی معاون فرماندهی انتظامی اصفهان در ادامه این مطلب و موضوع اشاره می کرد که حادثه گروگانگیری در منطقه خراسگان کلان شهر اصفهان با تسلیم فرد گروگانگیر پایان یافت. آقای کریمی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا می گفت فرد گروگانگیر مردی 28 ساله است که به علت اختلافات شدید خانوادگی و همینطور ناراحتی روحی روانی بعد از ظهر چهارشنبه اقدام به گروگانگیری در محدوده کلانتری 23 اصفهان کرد. این مقام انتظامی می گفت به دنبال وقوع این حادثه با حضور به موقع معموران انتظامی و کارشناسان پلیس و اقدامات عملی و مشاوری آنها گروگانگیر خود را تسلیم کرد. این مقام ارائه توضیحات بیشتر درباره فرد یا افراد گروگانگیری شده و محل دقیق حادثه را به آینده موکول کرد. لازم به توضیح که به استهزار بینندگان برسانیم خراسگان در بخش شرقی شهر اصفهان قرار دارد و از اصفهان همینک به تهران ستاد انتخابات کشور در میدان فاطمی باز میگردیم وزارت کشور ایران از برگزاری نخستین جلسه ستاد انتخابات کشور خبر داده است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی هفته های اخیر ضمن انتصاب محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور دیگر اعضا و مسئولان کمیته های این ستاد را تعیین کرد دهمین ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز هفتم اسفند ما در تهران و سراسر سر کشور با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شود در صورت تصویب نهایی این طرح تا پیش از برگزاری مقدمات انتخابات رأیگیری پیش رو برای مجلس دهم ده به صورت استانی خواهد بود همزمان مجلس ایران به کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس رأی مثبت داده است از مجموع 233 نماینده حاضر در نشست علنی دیروز طرح استانی شدن انتخابات با 149 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب شد. بر اساس این طرح نامزد یا نامزدهایی که حداقل 15 درصد آرای صحیح معخوزه حوزه انتخابی را کسب کنند و بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابی محسوب می شوند. دولت حسن روحانی با تصویب این طرح در این زمان مخالفت کرد مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران در جلسه علنی امروز مجلس می گفت که دولت با اصل استانی شدن انتخابات موافق است اما اکنون زمان مناسب و وقت کافی برای این کار وجود ندارد بنا به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس این طرح به دلیل برخی اشکالات حقوقی برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده شده است اما در این راستا عمده روزنامه های نزدیک به طیف تحول به گونه ای به نقد این طرح می نوشتن. از جمله روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از عملگرایان و کارگزاران منتصب به هاشمی رفسنجانی در یادداشتی داشتی تقریبا سوالی و ابهامی با عنوان استانی شدن انتخابات یا خبر میداد که طرح استانی شدن انتخابات برای مجلس پنجم است و از آن به عنوان طرح خاکخورده نیز یاد می کرد که در بایگانی مجلس می خواهد عملیاتی شود نعمت احمدی از حقوقدانان در همین راستا می که یکی از انتقادات مطرح شده آن است که با تصویب نهایی این طرح و برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی افراد مستقل یا افرادی که در منطقه‌ای که محبوب هستند و به یک سخن آن عده از افرادی که ای برای تبلیغات ندارند ولی در عین حال مقبولیتشان چشمگیر است نخواهند توانست به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند بنابراین کسانی نماینده مردم خواهند شد که بتوانند هزینه تبلیغات در استان را پرداخت کنند مجددا با رویدادی از وزارت کشور ایران با اظهار موضع مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره احزاب برنامه خبر را پی میگیریم محمد امین رضازاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور روز چهارشنبه در نشست هماندیشی احزاب و تشکلهای سیاسی شهرستان ری گفت در دولت یازدهم تاکنون پانزده حزب تأسیس و 20 حزب و تشکل سیاسی نیز در نوبت تایید و دریافت مجوز قرار دارند. آقای امینزاده گفته است احزاب سیاسی و تشکل‌ها در چارچوب اساسنامه داخلی می توانند نظر و انتقادات خود را مطرح کنند و اگر این گروه‌ها اختلاف نظر و سلیقه با یکدیگر دارند اشکالی ندارد. مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران درباره احزابی که مجوز میگیرند گفته است تمام این گروه ها باید با اتحاد و انسجام در داخل کشور و با وحدت رویه برای بالا بردن قدرت دولت و نظام در عرصه بینال حرکت کنند و با خبر دیگر از جهان پرجدال جناهای سیاسی در ایران با تازه ترین تهدید حسن خمینی توسط حزب الله در استان گلستان حزب الله استان گلستان تهدید کرده است که در صورت سفر سید حسن خمینی و ناطق نوری مانند علی متحری در سفر شیراز با آنها برخورد خواهد شد در اطلاعیه منتصب به روابط عمومی انصار حزب الله استان گلستان طی اطلاعیه‌ای گفته شده است که در صورت سفر حسن خمینی و ناطق نوری به این استان برای سخنرانی در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای یاک چهل حادثه مشابه حادثه شیراز که در روز سخنرانی علی متحری رخ داد تکرار خواهد شد در این اطلاعیه آمده بود که انصار حزب الله گلستان تا روز یادواره تمامی حرکات را رصد می کند و به بانیان مراسم هشدار می دهد که همانند شعار دولت اعتدال در مسیر قانون و عدالت حرکت کنند و فضایی را فراهم نکنند تا حوادثی چون شیراز به وجود بیاید. و اما واکنش آقای سید حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به این تهدید نیز تقریبا با بی و البته با پاسخ همراه بوده است حسن خمینی در واکنش به این اطلاعیه با بیان اینکه به نظرم این امور را وزارت کشور باید پیگیری کند گفته است ضعف برخورد وزارت کشور در حادثه شیراز مقداری جریانات دیگر را هم جدی کرده است آقای خمینی همچنین در ادامه ی همین مطلب اشاره می کرد که مردم و دوستداران امام جریانات افراطی کم عدد را سر جای خود می نشنند. نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در خصوص اطلاعیه منتصب به گروهی در استان گلستان گفت نمیدانستم که این برنامه وجود دارد و قصد سفر هم نداشتم. اما اگر برنامه سفری باشد و بود با چون این تهدیداتی سفرم را به هم نمی زنم. روزنامه های امروز نیز به این مقوله واکنش گسترده نشان دادن از جمله روزنامه ابتکار اعتماد و دیگر روزنامه ها. با رویدادی از بحران روستایی در کشور و خالی شدن از نفوس برنامه رو پی میگیریم معاون رئیس جمهور ایران درباره خالی شدن روستاها از سکنه هشدار داد ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت حدود ۳۳ هزار روستا و آبادی در کشور خالی از سکنه شدهاند و نباید کاری کنیم که به تخلیه روستاها کمک شود به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا آقای رضوی اصر چهارشنبه در نشست کارگروه بانوان و خانواده استان کرمان با محوریت اشتغال و کارآفرینی در استانداری می گفت 64 هزار روستا داریم که از این تعداد حدود 39 هزار روستا بالای 20 خانوار و مابقی کمتر از 20 خانوار هستند. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به جمعیت 21 میلیون و 500 هزار نفری روستایی و اشایری ایران می گفت بی توجهی به روستاها و اشایر به معنای افزایش حاشیه نشینی شهر هاست. ادامه برنامه آن سوی خبر با رویدادی حادثه ای و بررسی علل فنی واژگونی اتوبوس در فیروسکو پلیس راهور ناجا در اطلاعیه ای حادثه اتوبوس محور فیروسکو را اعلام کرد یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در محور فیروسکو روز سهشنبه واژگون شد و به دره سقوط کرد که در اثر این حادثه گویا دوازده نفر از سرنشینان آن کشته و هجده نفر دیگر مجروح شدند بیشتر مسافران اتوبوس مسافران پرواز مشهد به ساری بودند که هواپیمای آنان به دلیل بدی آب و هوا در تهران فرود آمده بود به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بررسی اولیه کارشناسان پلیس راهور برای تعیین علل وقوع این حادثه نشان داده است که علاوه بر ناتوانی حرفه‌ای راننده و ناآشنایی او به مسیر و سرعت غیر مجاز اتوبوس دارای نقص در سیستم ترمز و سیستم سرعتگیر بوده و ضعیف بودن بدنه و سقف اتوبوس به بالا بردن جراحت و مرگ مسافران منجر شده است. بنابراین گزارش شرکت مسافربری صاحب اتوبوس نیز صورت وضعیت ایمنی لازم را به عمل نیاورده است پلیس راهبر نیز اعلام کرد در ارتباط با تعیین سهم سایر عوامل در حال بررسی تکمیلی هستیم که پس از احراز سهم تقصیر نتیجه در اطلاعیه بعدی به سمع و نظر مردم خواهد رسید همچنان بیننده برنامه شامگاهیان سوی خبر هستید با خبری خارجی اخبار بین الملل از جمله خبری از فرانسه و قصد حمله یک مسلمان به یک کلیسا دولت فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که پلیس این کشور یک مرد الجزایری تبار را که قصد داشت به یک کلیسا حمله کند بازداشت کرد و چند کلاشینکوف اسلحه کمری و مهمات در خانه او کشف کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز این مرد 24 ساله که نام او اعلام نشد دانشجوی رشته الکترونیک و مزنون به قتل یک زن 32 ساله است او روز یک شنبه پس از آنکه با شلیک تصادفی یک گلوله خود را زخمی و تقاضای آمبولانس کرده بود توسط مأموران پلیس دستگیر شد دولت فرانسه از زمان حمله مسلحانه اسلامگرایان به دفتر مجله تنز شارلی هبدو و یک فروشگاه یهودیان در ماه ژانویه که 17 نفر در آن کشته شدند، حفاظت و تدابیر امنیتی در نقاط حساس و آسیب پذیر را افزایش داده است. مأموران پلیس در منزل و اتومبیل این جوان تروریست الجزایری علاوه بر اسلحه مهمات و جلیقه ضد گلوله مطالب چاپی القاعده و گروه مصوم به خلافت اسلامی را نیز پیدا کرده اند. در همین راستا برنارد کازنو وزیر کشور فرانسه می گفت مدارک دقیقی که پیدا شده بدون هیچ تردیدی نشان می دهد که این فرد قصد داشت به یکی یا دو کلیسا حمله کند. او افزود این فرد قبلا توسط پلیس فرانسه به عنوان فردی که قصد سفر به سوریه را داشته شناسایی شده بود. پلیس در سالهای 2014 و 2015 کنترل های لازم را انجام داده بود ولی مدرکی برای تحقیقات بیشتر و یا بازداشت او پیدا نکرده بود دادستان ارشد شهر پاریس نیز در این راستا می گفت بررسی تلفن موبایل و لپتاپ این فرد نشان می دهد که او با فرد دیگری که احتمالا در سوریه است تماس داشته است او در این تماس ها در مورد اجرای یک حمله مسلحانه صحبت کرده بود و طرف مقابل به او توصیه کرده بود که به کلیساها ها حمله کند و در ادامه خبرها از فرانسه به ایتالیا می رویم با درخواست ایتالیا از اتحادیه اروپا برای بحران مهاجران غیرقانونی دولت ایتالیا روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست با اتخاذ تدابیر مشخص و قاطع از جمله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان و افزودن بر حضور و دفاتر سازمان ملل متحد در کشورهای همجوار لیبی و سایر نقاط آفریقا با گسترش موج مهاجرت مرگبار در آبهای دریای مدیترانه مقابله کند. روبرتا پینوتی وزیر دفاع ایتالیا در مصاحبه ای با رسانه های بین المللی می گفت ما میدانیم دانیم قاچاقچیان قایق خود را کجا پنهان می کنند و مراکز تجمع آنها کجاست طرح عملیات نظامی علیه آنها آماده است به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس سواحل لیبی طی سالهای اخیر به نقطه اصلی حرکت قایقهای مهاجران به سوی اروپا بدل شده است وزیر دفاع ایتالیا افزود اگر اتحادیه اروپا از این کشور بخواهد و اقدام نظامی علیه قاچاقچیان به تصویب سازمان ملل برسد این کشور حاضر است فرماندهی و بخش اعظم مسئولیت این عملیات را بر عهده بگیرد و با این رویداد از دنیای مهاجرت وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویههایی تازهتر از آن سوی خبر در ایران پردا بامداد روشن آسمان آبی بدر